همگی چطورید؟ سوکونا کایسن حالا حالا ها ادامه داره و پادشاه نفرین ها یه بار دیگه نشون داد که خیلی چیزا تو اسلحه خونش داره که جوجوتسو ها تو خوابشون هم ندیدن. یعنی بعد جنگش با قوی ترین جادوگر اصل جدید گوجو، شکست دادن کاشیمو فقط تو چند ثانیه و پریدن همه جوجوتسو ها و جانشین گوجو رو سرش، مشخص شد که سوکونا تا حالا از تمام قدرتش استفاده نکرده و حتی شبیخون ماکیو سوراخ کردن قلبش هم هیچ اثری روش نداشته. آخه چقدر این گگه میخواد که سوکونا رو قدرتمند کنه. همونطوری که پیش بینی میکردیم، حمله ماکی به سوکونا و سوراخ کردن قلبش از پشت برنامه‌ریزی شده بود و تو چپتر 252 این نقشه رو میبینیم. در حالی که همه جوجوتسوها دامنه یوتا رو محاصره کردن تا نقطه کوری باقی نمونه، اینو و کوساکابه بیرون از دامنه یوتا وایسادن و آماده سیگنال یوتا ان تا به ماکی پیام حمله رو بدن. تو این نقشه حتی میخواستن چوسورو هم به داخل دامنه بفرستن، ولی چون دامنه روی ماکی به خاطر محدودیت بهشتیش هیچ اثری نداره، برای همین بهترین گزینه برای شبیخون زدن به سوکونا بود. ماکی تو جنگش با سوکونای ضعیف شده نشون داد که تمرین هزار برابری که انجام داده، درست مثل جنگش با کلن زین، واقعا کار کرده و با تجربه بیشتری که نسبت به بقیه جوجوتسوهایی که به سوکونا حمله کردن داره، نمیذاره که سوکونا غافلگیرش کنه. چون سوکونایی که تجربه هزار ساله جنگیدن داره و گوجو رو بدون استفاده از تمام قدرتش شکست داد، به هیچ وجه نباید دست کم گرفتش حتی اگه ضعیف شده باشه، کاری که گوجو باید میکرد و نکرد. کوساکابه توضیح میده که یوتا دامنشو به جای بهتری برای حمله ماکی جابجا کرده و وقتی فکر میکنه که جنگ یوتا زیاد طول کشیده، ناگهان دامنه میشکنه. ولی برعکس چیزی که سوکونا فکر میکرد که اون بوده که با تکنیک برش جهانش دامنه رو شکونده، اما این یوتا بوده که دامنه خودشو از بین برده، چون این سیگنالی بوده که طبق نقشه‌شون باید به ماکی برای حمله موفق میدادن. با اینکه نقشه موفقیت آمیز بود و ماکی کار خودشو کرد، ولی سوکونا هم با تکنیک برش جهانش یوجی و یوتا رو برید. یوتا که بدن خاصی مثل یوجی نداره، به صورت وحشتناکی بریده میشه، طوری که ریکا شروع به گریه کردن میکنه و بدنش رو سریع به طرف اویوی میبره تا با تکنیک تلپورتش یوتا رو به شوکا برسونن. بچه‌ها من شما رو نمیدونم، ولی این چپتر به من حس قوی داد که گوجو قراره برگرده و حتی اورامه حیفنونم اسم گوجو رو تو این چپتر آورد. ما دیدیم که اویوی سری بدن بریده شده یوتا رو که هنوز داشت نفس میکشید و با خودش تلپورت کرد. این یعنی یوتا بدن نصف شده خودش رو با استفاده ماهرانه از کرس انرژی و ریورس کرس تکنیک زنده نگه داشته و از اونجایی که تو جنگ کاشیمو گوجوی رو زمین دیده نشد، یعنی اویوی بلافاصله وقتی کاشیمو وارد جنگ شد گوجو رو با خودش پیش شوکو برد. پس اگه یوتا میتونه اینطوری خودش رو زنده نگه داره، گوجو هم میتونه، چون گوجو قبل از نصف شدنش با زدن بلک فلش کرس انرژی ذخیره شدهش رو بالا برده بود و از اونجایی که گوجو همیشه و در همه حالت انرژی مثبت تو مغزش میسازه و کرس انرژی ذخیره شده توش داره، بدون داشتن نصف بدنش هم میتونه خودش رو با کرس انرژی زنده نگه داره، درست مثل کاری که تو جنگش با توجی کرد. و از اونجایی که تکنیک اوتایمه به نام منطقه تکی ممنوعه میتونه میزان کرس انرژی دیگران رو در استفاده از تکنیک ها رو افزایش بده، پس شوکو میتونه بدن نیمه جان گوجو رو با ریورس کرس تکنیک ترمیم کنه. چون خودتون فکر کنید، شوکو هم مثل گوجو، گتو باید یک تاثیر بزرگ تو داستانمون داشته باشه و حداقل یک حرکت بزرگی تو داستانمون بزنه. از طرف دیگه میبینیم که یوجی نمیخواد تسلیم بشه و میخواد هر طوری که میتونه دوباره با مگومی حرف بزنه. الان زندگی تمام جوجوتسوها به وضعیت روح مگومی بستگی داره، چون یوجی باید یه راهی پیدا کنه تا به مگومی دوباره امید به زندگی بده. اما قبل اینکه یوجی بتونه کاری کنه، زمین میفته و خون بالا میاره و متوجه میشه که با استفاده پشت سر همش از ریورس کرس تکنیک تو جنگ نتونسته به صورت درستی بدنش رو درمون کنه. میشه اینجا به یوجی حق داد، چون یوجی این تکنیک رو فقط تو یک ماه یاد گرفته و فقط جادوگرهای قدرتمند میتونن ازش استفاده کنن. پس گگه حواسش بوده که از هوا یوجی رو به این تکنیک مسلط نکنه. میپرسید سینا چطوره یوتا اونطوری به فنا رفت ولی یوجی هنوز تو جنگه؟ خب همونطوری که گوجو از انفجار آلتیمت هالو خودش استفاده کرد و به خاطر اینکه تکنیک از کرس انرژی خودش بود زیاد آسیب ندید، یوجی هم برای اینکه شی نفرین شده آغشته بر کرس انرژی سوکونا، حمله سوکونا مثل یوتا بهش اثر نمیکنه، ولی خب بدنش داره از داخل داغون میشه که همینجا برادرش چوسو از راه میرسه و بهش میگه که نفس بکشه. بله بچه‌ها، چوسو از ضربه مرگباری که سوکونا بهش زده جون سالم به در برده و با مهارت بالایی که در تکنیک کنترل خون داره، میدونه که با رگهای خونه که آدم میتونه ریورس کرس تکنیک رو درست
انجام بده و میاد به یوجی میگه که چیزهایی که یاد گرفته رو تجسم کنه، اجازه بده تا خون مثل ریشه در تمام قسمت‌های بدنش پخش بشه و خطوط بدنش رو با استفاده از رگ‌هاش تجسم کنه. اینطوری یوجی میتونه هم از خونریزیش جلوگیری کنه و همین که درست از ریورس کرس تکنیک استفاده کنه. حالا با اینکه همه الان ممکنه فکر کنن که با حمله ماکی نقشه جوجوتسو کار کرده، ولی سوکونا بعد از سوراخ شدن قلبش داره سورومو رو گنده با سرعت حرکت میکنه. راوی داستان توضیح میده که این ضربه‌ای که توسط شمشیر نصف کننده روح وارد شده برعکس ضربه‌های دیگه است و نمیشه به راحتی توسط ریورس کرس تکنیک درمانش کرد، چون مستقیما به روح ضربه میزنه. یعنی الان هر کسی دیگه با این شمشیر بهش ضربه وارد میشد راحت میمرد. اما بچه‌ها، سوکونا هر کسی دیگه نیست و در کنار یوجی کاراکتر اصلی داستانمونو و گگ سنس هم دوستش داره. سوکونا درست مثل یوجی که سوکونا رو در داخل خودش داشت و اونطوری تونست مرز روح خودش رو پیدا کنه، سوکونا هم با زندگیش در بدن مگومی تونسته خطوط روح خودش رو پیدا کنه و درست جایی که روحش آسیب دیده رو با ریورس کرس تکنیک درمان کنه. این موضوع به یوجی این امیدو میده که بتونه آسیب‌های روح مگومی که تو این جنگ ممکنه بهش وارد بشه رو درمان کنه. اینجا تنها چیزی که درمان سوکونا رو کند کرده پایین اومدن بازدهی کرس انرژیش تو جنگش با گوجوه. ولی بچه‌ها، با اینکه گوجو تاثیرش رو روی سوکونا گذاشته، اما متوجه میشیم که چقدر این تاثیر کم بوده. سوکونا مثل همیشه خنده رو لبش و داره از جنگش با ماکی لذت میبره. میگن بعضی‌ها از درد لذت میبرن، مثل اینکه سوکونا هم از اون آدماست. حالا هممون می‌خواستیم بدونیم که وقتی توجی در برابر سوکونا قرار میگیره جنگش چطوری میشه، که ماکی با قدرت مشابهی که داره بهمون نشونش میده. سوکونا سعی میکنه که با دست شمشیر نصف کننده روح رو بگیره، ولی ماکی اونقدر قدرت بدنش بالایی که سوکونا رو میچرخونه و با شمشیرش پرتش میکنه. کی فکرشو میکرد که سوکونا اینطوری بشه؟ وقتی سوکونا به ساختمون برخورد میکنه، سری با تکنیک برشش ساختمون رو تیکه تیکه میکنه و به طرف ماکی پرتش میکنه. اما بچه‌ها، این سنگ‌های پرت شده برای حواس پرتی بود، چون کرس تکنیک سوکونا به شدت بازدهیش کم شد و نمیخواد حرکت ریسکی انجام بده. بر همین سوکونا میاد با خوندن دعای تکنیک برش جهان به صورت زمزمه و خیلی با صدای کم تا ماکی نشنوه باهاش به ماکی حمله میکنه. اما وقتی برش جهان انجام میشه، ماکی سری بهش با زدن 180 درجه روی زمین درست مثل جوجوتسو زیرو جا خالی میده، چون جدا از اینکه با چشم خودش دوبار استفاده از این تکنیک رو روی گوجو کاشیمو دیده بود، ماکی با سرعتی فراتر از پرسرعت‌ترین جادوگر یعنی گوجو به این حرکت جا خالی داد، جوری که حتی سوکونا شگفت زده میشه و ماکی رو با ماهوراگا در شیبویا مقایسه میکنه و اشاره میکنه که ماکی خیلی بهتر از جادوگرهای دیگه‌ای که باهاشون جنگیده میتونه تکنیکاشو ببینه و حس کنه. این حرفای سوکونا تایید میکنه که آدمی که دارای محدودیت بهشتی کامل شده است میتونه حتی از چیش چشم مشهور کلن گوجو که هزاران سال سر کنجاکو بلا آورده بهتر و قوی تر باشه. برای همین بود که گوجو گفت دانش آموزاش روزی از خودشم فراتر میرن و هدفشم برای تربیت جوجوتسوها هم همین بود. میگید سینا، ماکی با چه قابلیتی تونست به برش جهان جاخالی بده و چطوری تونست اصلا حسش کنه؟ بعد اینکه توجی تونست دری که به مقبره ستاره تنگن باز میشد و پیدا کنه، به گتو گفت که محدودیت بهشتی حواس پنجگانش رو مثل دیدن و شنیدن و حس کردن رو به شکل فراانسانی بالا میبره. برای همین ماکی هم علاوه بر داشتن حواس قوی تو جنگش با کلن زین و ناویا تونست از قدرتی که داره فراتر بره و به بیداری قدرت جدیدی دست پیدا کنه. فراموش نکنیم که راهنمایی و تمرین های میو و دایدو به شدت و قوی تر شدن ماکی تاثیر داشتن. دایدو که یکی از جادوگرهای ناشناس بود و تو بدن جدید تناسخ پیدا کرده بود، وقتی شمشیر نصف کننده روح رو از ماکی گرفت، چنان مهارتش با کاتانا عالی بود که همه رو ترسون. این در حالی بود که این شمشیر زن قدیمی حتی نمیتونست از کرس انرژی هم استفاده کنه. پس این جادوگر با نشون دادن مهارتش در شمشیر زنی به ماکی، ماکی رو تبدیل به بهترین شمشیر زن کرده. و توجه کنید که ماکی با تمرینی که در دامنه میو داشت، تمام قدرتش رو بیدار کرد و تونست آزادی واقعی رو حس کنه و با هزار برابر تمرین حواس پنجگانه ماکی از حالت فراانسانیش هم فراتر رفت، طوری که میتونست کوچیکترین تغییر رو حس کنه و میتونه نور رو بو کنه و صدا رو ببینه. این یعنی ماکی میتونست در حد مولکولی تغییرات رو ببینه و برای همینه که سوکونا جنگیدن با ماکی رو مثل جنگیدن با ماهوراگا تو شیبویا میدونه، چون میتونه هر تکنیک سوکونا رو پیش بینی کنه و جلوش بمونه. ولی خب این مقایسه شاید خبر خوبی بچه‌ها نباشه، چون سوکونا با قدرت 15 انگشتش ماهوراگا
آگا که هیچ کس در تاریخ رامش نکرده بود و با تکنیک دامنش همراه هزاران نفر در شیبویا تیکه تیکه کرد و اون تکنیک جعبش هم که ما نمیدونیم چیه چاشنیش کرد. تا حالا با دیدن چپترهای قبل فهمیدیم که وقتی گگه کاراکتری رو جلوی سکونا 2 ساعت تعریف میکنه پایان خوشی نخواهد داشت. بچه‌ها قضیه از این بدتر هم میشه، چون با اینکه ماکی قلب سکونا رو سوراخ کرده اما سکونا با استفاده از کرس انرژی داره قلبش رو مجبور به تپیدن میکنه. این درست همون تکنیکیه که تو اول داستان تو بازداشتگاه انجام داد تا خودشو بعد بیرون کشیدن قلب یوجی زنده نگه داره. ماکی با خنده از سکونا میپرسه که میخواد با اون قلب سوراخش باهاش بجنگه، اما سکونا جواب میده که حتی یه ذره هم به زحمت نیفتاده، ولی از قیافش معلومه که حالش خوب نیست. برای همین این حرفش برای هممون گیج کننده است و هاکاری هم مثل ما گیج شده که این همه اعتماد به نفس سکونا از کجا میاد و میگه که چون پیدا کردن سکونا خیلی راحته اورامه داره با یخاش اونو ازش دور میکنه. هاکاری اشاره میکنه که با اینکه بدن بزرگی داره سکونا و قویه ولی داره چپ و راست ضربه میخوره و به زودی کرس انرژیش تموم میشه و هاکاری میگه که جوجوسوها قراره این جنگ رو ببرن. اورامه هیفنون هاکاری رو مسخره میکنه و میگه که تکنیک خوب به یک آدم بیعقل داده شده، چون مهمترین موضوع رو در مورد سکونا نفهمیده. اورامه تایید میکنه که سکونا هیچ کدومشون رو چالشی برای خودش نمیدونه و برای همین از کرس انرژی اصلی خودش استفاده نکرده. بچه‌ها اورامه از 1000 سال پیش با سکونا بوده و هیفنونش بوده، پس از همه چی سکونا خبر داره. برای همین وقتی میگه امواج کرس انرژی سکونا در بالاترین حد خودش نیستن داره راست میگه، چون سکونا اونا رو در حد و اندازه هایی نمیبینه که از تمام قدرتش استفاده کنه. تمام جوجوسوهایی که توی این میدان نبرد باهاش جنگیدن حتی نتونستن به اندازه ای که گوجو به زحمتش انداخت برسن. سکونا تمام مردم رو به صورت عروسکایی برای بازی کردن میبینه و فقط میخواد مزه آدم های مختلف رو بچشه و از زندگیش لذت ببره. یعنی هر کسی که دلش میخواد و بکشه و اگر از کسی خوشش اومد باهاش بازی کنه و فقط با توجه به باورهایی که خودش داره زندگی کنه. درست مثل وقتی که با گوجو روبرو شد و فهمید که این موسفید خودش رو قوی ترین جهان صدا میزنه و از اون موقع قول داد که وقتی بدنش رو گرفت گوجو رو بکشه، چون میدونست که گوجو پتانسیلی داره که میتونه اونو سرگرم کنه. دیگه ما هممون میدونیم که گگه دوست داره ویلن اصلی داستانش به صورت وحشتناکی قوی باشه، پس این فرم و قدرت جدید سکونا قراره به صورت وحشتناکی قوی باشه. با این واقعیت در مورد قدرت وحشتناک سکونا به این باور میرسیم که این همون قدرتی بوده که سکونا باهاش جادوگرهای زمان هیان که عصر طلایی جوجوسوها بود و کشته و شکست داده و مردم اونقدر ازش میترسیدن که به صورت خدا عبادتش میکردن و بهش هدایای زیادی هم میدادن. سکونا برعکس هیولاهای داستانهای مختلف کسی نیست که از مرگ بترسه و برعکس جوجوسوها هیچ پشیمونی قبل از مرگش نداره. الان میدونم که میپرسید سینا پس چطور یوجی قراره سکونایی که با هر چپتر داره قوی تر میشه رو شکست بده؟ خب در هر صورتی ترکیب تنگه با مردم ژاپن قراره انجام بشه و هیولای خیلی بزرگ ازش ساخته بشه، چون سکونا داره اون لذتی که میخواد و از جنگش نمیبره و میخواد با هیولای قدرتمندی که از ترکیب ساخته شده به جنگه. و چون بدن یوجی طوری توسط کنجاکو ساخته شده که بتونه با این هیولا ترکیب بشه، پس سکونا قراره با یوجی در شکل هیولا به جنگه. ولی خب از اونجایی که یوجی هیولا میشه در آخر باید بمیره، که میدونم خیلی اینو نمیخوان ولی حداقل همونطوری که میخواست کنار دوستاش میمیره. امیدوارم که گگم یه پایانی با مردن کاراکتر اصلی بهمون نده. روی ویدیویی که روی صفحه میبینید کلیک کنید و ببینیدش. دوستتون دارم و شما را توی ویدیوی بعدی خواهم دید. آیرو گنگ بدرود.